رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته با برنامه دیگر از سلسله برنامه های آداب اسلامی در کنار شما بینندگان عزیز هستیم میدونید که موضوع برنامه های ما در رابطه با آداب لباس هست لباس پوشیدن اینکه یک مرد و یک زن مسلمان در لباس پوشیدن خودش چه آدابی رو بایستی مراعات کنه الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و, علیه و سلم از او چه خواستند که چگونه لباس بپوشند بارها و بارها گفتیم دین ما دین مبین اسلام دینی است کامل دینی است, دین است که تمام جوان ج... تمام جوانه به زندگی پیروان خودش رو در بر میگیره از اون لحظه ای که از خواب بیدار میشن صبح و تا اون لحظه که در شب به رخت خواب میرن برای خوابیدن هر لحظه و هر کاری رو که میخوان انجام بدن دین مبین اسلام در رابطه با اون ارشادی داره و راه درست انجام دادن اون کار رو به پیروان خودش یاد میده من جمله لباس پوشیدن در لباس پوشیدن یک انسان مؤمن و مسلمان چه مرد چه زن چه نکاتی رو بایستی مراعات کنن چه آدابی دارد لباس پوشیدن با برخی از این آداب در برنامه گذشته اشاره کردیم و اگر بیاد داشته باشید ما به اونجا رسیدیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم ما را ارشاد می کردن به این که یک انسان مسلمان حالا چه مرد چه زن چون همون گونه که میدونید ما الان داریم در رابطه با آداب مشترک صحبت می کنیم آدابی که در لباس پوشیدن مشترک هستند بین مردها و بین بین مردها و زنان هر دو بایستی این آداب رو مراعات کنند رسیدیم به این نکته و این ارشاد رسول الله صلی الله علیه و سلم که هرگز احدی از ما در یک لنگ کفش یا یک لنگ دمپایی راه نره اگر هر دو لنگ وجود داشتن موجود بودن انسان اون دو رو میپوشه و استفاده میکنه از اونها و راه میره اما اگر یک لنگ موجود نبود و یا اگر موجود بود و اشکالی در اون یک لنگ کفش یا پای وجود داشت که شخص نمیتونست از اون استفاده کنه بایستی هر دو رو کنار بگذاره آخرین موضوعی که ما بین در مورد آداب لباس پوشیدن به اشاره کردیم این مسئله بود و گفتیم که این ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله سلم چه دلایلی داره چه دلیلی داره چه حکمتی در این مسئله هست ما در رابطه با این ادب به هر آداب دیگری و هر ارشاد دیگری در دین مبین اسلام میدونیم که ما یک شخص مسلمان هستیم پیرو فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله و, سلم و پیرو فر به فرمایشات فرمایشات الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم همان گونه که الله سبحانه و تعالی فرمودند و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم هرگز برای یک مرد مسلمان و یک زن مسلمان روا نیست جایز نیست که اگر الله سبحانه و تعالی و رسول او الله علیه و آله امری را به آنها ارشاد کردن آنها, آنها به مسئله امر کردن در این مسئله بخوان به رأی خودشون و به عقل خودشون مراجعه کنن و اختیاری غیر از این برگزینند. پس اولی مسئله که ما در این رابطه بون توجه میکنیم این است که این است که این مسئله امر رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد علاوه بر این میدونیم که ما یک حدیث رو در برنامه گذشته ذکر کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون فرمودند که این کار یعنی در یک لنگ دمپای یا کفش راه رفتن کاری است که شیطان انجام میده و ما به عنوان یک انسان مؤمن مسلمان وظیفه داریم اون چی رو که شیطان انجام میده ما خلاف اون رو انجام بدیم یا چیزی که شیطان انجام میده ما اون رو انجام ندیم به عنوان مثال در رابطه با غذا خوردن میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به ما فرمودند که شیطان با دست چپ غذا میخوره و ما به عنوان یک انسان مؤمن و مسلمان وظیفه داریم که همواره با دست راست غذا بخوریم و یا آب بیاشامیم پس یک مسئله اینه که این در این کار خلاف کردن و مغایرت داشتن داشتن اون چیزی که شیطان انجام میده مسئله دیگری که در این مسئله از خب شما در نظر بگیرید شخصی رو ببینید که داره با یک لنگ دمپایی یا یک لنگ کفش راه میره مطمئنا این شخص شخصیت او به زیر سوال میره که چرا این جامعه این مسئله جامعه این مسئله رو, رو نمیپذیره که شخصی با یک لنگه کفش و یک لنگ یک لنگه دمپایی راه بره و مسئله دیگری که در این رابطه هست این از خب مشخص است کسی که با یک لنگه دمپایی یا یک لنگه کفش راه میره راه رفتنی نامتعادل داره و چه بسا این مسئله باعث بشه که او به زمین بخوره و خودش رو زخمی کنه ما یک ادب دیگر رو یک ادب دیگر از آداب لباس پوشیدن را ذکر می‌کنیم از آداب مشترک رو بین زنان و مردان سپس میریم به سراغ آدابی و یا شروطی که مخصوص مردها هستند و پس از اون شروطی که مخصوص زنها هستند از دیگر آداب مشترک بین بین مردان و زنان در لباس پوشیدن اینه که انسان مؤمن و مسلمان هنگامی که لباس می پوشه و ما گفتیم که منظور ما از لباس پیراهن و شلوار و زیر شلواری و دشداشه و کندور تمام این هاست. هنگامی که این کار را انجام میده سمت راست بدن خودش رو بر سمت چپ مقدم بداره این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است و در در آوردن لباس برعکس یعنی این انگار که میخواد لباس خوش در بیاره سپس نخست سمت چپ رو در بیاره سپس سمت راست راوی اسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگن که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا لبس قمیصا بدا بمیامینه ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگا که پیراهنی میپوشیدن نخست سمت راست را بردن تن پس این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب به ما میفرمایند چه مرد و چه زن اذا لبستم و اذا تواضعتم فابدؤوا بميامنكم اگر لباس پوشیدید و یا اگر وضو گرفتید با سمت راست شروع کنید با سمت راست شروع کنید و باز در حدیث دیگری در همین معنا که اون رو ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند اذا احدكم فليبدا باليمين و در روایت دیگری بالیمنا و اذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنا اولهما اولهما تنعل و اخرهما تنزع اگر احدی از شما دمپایی به پا کرد یا کفش به پا کرد نخست سمت راست اون رو بپوشه و هنگامی که خواست اون رو در بیاره نخست سمت چپ رو در بیاره و لنگه چپ اولی لنگه باشه که به پا کرده میشه و اولی لنگه باشه که از پا به در آورده میشه این ارشاد رسول الله صلی الله علیه و سلم است مادر ما و مادر تمامی مؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه به ما میگن که این مسئله مقدم داشتن سمت راست بر سمت چپ نه تنها در لباس پوشیدن بلکه این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر مسئله بوده که من باب اکرام و گرامی داشته اون چیز بوده مسئله بوده که اون مسئله گرامی داشته می شده در هر مسئله به این صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم سمت راست رو مقدم می داشتن بشنویم مادر ما و مادر تمامی مؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در رابطه چه میگند عن عایشه رضی الله عنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يعجبه تيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشتن با سمت راست شروع کردن را در پوشیدن دمپایی و یا کفش امروزه و شانه زدن سر و وضو گرفتن و غسل کردن و در تمام امور خود البته ما میدانیم با در نظر گرفتن بقیه روایات و احادیث میدونیم که مراد از تمام کارهای خود کارهایی است که منباب گرامی داشت هست کاری که ما اون رو گرامی میداریم مانند وارد مسجد شدن این رو انسان با پای راست وارد میشه اگر برعکس از مسجد خارج شدن با پای چپ خارج میشیم پس با در نظر گرفتن اون روایات میدونیم که در تمام امور منظور اموری هست که ما اون رو گرامی میداریم امام نووی رحمت الله علیه در این رابطه میگویند این قاعده ای در شریعت است که هرچه از بابت اکرام و احترام و گرامی داشت باشد مانند پوشیدن لباس، شلوار، کفش و غیره سنت است که سمت راست مقدم داشته شود و این به خاطر برتری سمت راست بر سمت چپ می باشد امیدواریم که الله سبحانه تعالی همگی ما بینندگان عزیز همگی ما را از اصحاب یمین قرار بدن کسانی که در فردای قیامت سجل اعمال خودمون رو به اذن الهی با دست راست خود تحویل بگیریم در اون روز روسفید بشیم و در بهشت برین جای بگیریم در کنار پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین آمین یا رب العالمین و به این ترتیب ما آداب مشترکی رو که انتخاب کرده بودیم برای برنامه خود به پایان میرسانیم الان میریم سراغ آدابی و یا شروطی که مخصوص هستن ویژه هستن نخست در رابطه با شروط و آداب لباس مردان صحبت میکنیم سپس میریم سراغ آدابی که مخصوص لباس زنها و یا خانمها هستن در مورد لباس مردها باید بدونیم که پوشیدن همگونه که همگی شما میدونید بینندگان عزیز پوشیدن طلا و ابریشم بر مردان حرام هست پوشیدن طلا و حریر و یا همون در زبان فارسی ابریشم بر مردان حرام هست باعث بدونیم که مراد ما هنگامی که ما میگیم حریر و یا ابریشم ابریشم اصلی است ابریشم طبیعی ابریشمی که توسط کرم ابریشم درست میشه نه اون ابریشمی که در کارخانه ها میبافند و درست میکنن چون اون ابریشم با اینکه بون گفته میشه ابریشم اما شرعن ابریشم نیست حالا ولی اون که در بازار به اون بگن ابریشم اما ابریشم نیست و این حکم شرعی رو نمیگیره مراد ما پس اون ابریشمی نیست که طبیعی باشه توسط کرم ابریشم درست بشه و در اینجا میریم سراغ حدیثی در این رابطه که این حدیث رو سردار رشید اسلام خلیفه چهارم مسلمانان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه روايات كابد داني حديث مدك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ميقوين كروزي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلا را ورد پارچه حریر را ورد داشتند در دست راست خیش و همچنین تکه تلا ورد در دست چپ خیش و فرمودند که این دو بر مردان امت من حرام هستند بر مردان امت من حرام هستند پس این دلالت داره بر حرام بودن این مسئله یعنی تلا و پوشیدن طلا و حریر دوستان اشاره می کنن که وقت میان برنامه رسیده پس با همدیگر میان برنامه رو می بینیم سپس بر می گردیم و سخنان خودمون رو در رابطه با آداب لباس پوشیدن ادامه می دیم یا ایوها الناس انا خلقناکم من ذکر و وجعلناكم و جعلناکم شعوبا و لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بيضاندا غالي عزيز همانه كي قبل از ميان برنامه شنيديد گفتيم در دین مبین اسلام پوشیدن طلا و حریر یا ابریشم بر مردان حرام هست و قبل از میان برنامه حدیثی رو از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در این رابطه شنیدیم در رابطه حدیث دیگری نیز وجود دارد من جمله حدیثی که اون رو فاروق اسلام عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت کرده است ایشان میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تلبسوا الحریر فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره لباس حریر پارچه حریر یعنی ابریشم نپوشید و بدانید هر کس که پارچه ابریشم لباس ابریشم در دنیا بپوشه در آخرت اون رو نخواهد پوشید این پیامبر صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم صورت ما رو بر می‌دارند این به چه معناست هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و خطاب به ما میفرمایند که اگر کسی در این دنیا لباس حریر پوشید در فردای قیامت اون رو نخواهد پوشید چون لباس حریر در فردای قیامت لباس اهل بهشت است بدین معناست که ولی از بالله اگر کسی این کار رو انجام داد در فردای قیامت وارد بهشت نخواهد شد گناهی بس عظیم رو انجام داده گناهی بس عظیم رو انجام داده بس بایستی برحضر باشیم از این مسئله و بترسیم از این مسئله که شخص کاری انجام بده که ولی به بالله معصیت هست گناه هست و ممکن است در فرد قیامت انسان رو ولی به بالله جهنمی کنه و از, آت و از بهشت برین اون رو دور کنه پس بپریزیم از این مسئله و در حد و در حدیث دیگری که اون رو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت کرده اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حرم لباس الحریر و الذهب على ذکور امتی و احل لاناثهم پوشیدن لباس ابریشم و طلا بر مردان امت من حرام هست اما بر زنان حلال بر زنان روا و جائز است که لباس حریر یا ابریشم بپوشند مقداری در این رابطه صحبت میکنیم بینندگان عزیز ما گفتیم بر مردان جائز و روان است که لباس حریر بپوشند اما بایستی بدونیم که اگر این قطعه پارچه حریر اگر اندک باشه یعنی از چهار مساحتی که یک چهار انگشت در انسان در بر میگیره به این اندازه یا کمتر از اون باشه جائز و رواست جائز و رواست چون در رابطه ما حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله داریم در حدیث که اون رو سوید غفله أز عمر ابن از عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه رواية کرده وما که إشان که روزی عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه در منطقة به الجابية سخان راني کردند و فرمودند نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريري إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پوشیدن لباس حریر ما را بر داشتند مگر اینکه این حریر به اندازه دو انگشت یا سه انگشت یا چهار انگشت باشه از اون تجاوز نکنه پس اگر اندازه حریر کوچک بود از چهار انگشت کمتر بود مسئله ای نیست حالا در برخی از اماکن هست این عبایی که مردان میپوشند بشت در کنار اون به عنوان زیور حریر قرار میدن که اگر کلش رو حساب کنی به اندازه چهار انگشت نمیرسه پس این مسئله ای نیست این مسئله ای نیست چرا چون مقدار حریر بسیار اندکه و به اندازه چهار انگشت نرسیده این در این رابطه است اما بدانیم که مخلوط کردن حریر طبیعی با مواد دیگر این حکم دیگری داره این حکم دیگری داره که حریر مخلوط بشه با مواد شیمیایی دیگر و پارچه به وجود بیاد این در نیست این روا نیست همان گونه که این فتوای شیخ ابن تیمیه و فتوای لجنه افتا در عربستان سعودی است که اگر این مسئله صورت بگیره مقدار ابریشم چه کم باشه و چه زیاد پوشیدن این پارچه بر مردان جائز و روا نیست این برخلاف اینه که انسان به اندازه یک مقدار کوچکی همان گونه که گفتیم از حریر در لباس خودش استفاده کنه که اندازه اون به چهار انگشت نرسه این یک مسئله است مسئله دیگری که باید متوجه کنیم گفتیم دین مبین ما دین مبین اسلام دین آسانی است دین سختی نیست پس به همین سبب نیست اگر عذری برای مردی وجود داشت که نمیتوانست پارچه غیر از حریر بپوشه پوشیدن پارچه حریر بر او رواست جائز است همون گونه که انس رضی الله تعالی عنه میگه که رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكه كانت بهما أناس رضي الله تعالى عنهم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما اجازه داداً لباس حرير يا پارچه حرير بپوشن بخاطر خارشي که در بدن آنها بود حساسیت داشتن اگر چیزی غیر از حریر می پوشیدن بدن اونها شروع می کرد به خارش حساسیت داشتن به پارچه های دیگر پس به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها اجازه داد که پارچه حریر بپوشن پس اگر عذری وجود داشته باشه شخص نتونه پارچه غیر از حریر بپوشه پوشیدن پارچه حریر جائز و رواست بر او بار دیگر به نکته مهم اشاره میکنیم بینندگان عزیز وقتی ما میگیم حریر و یا ابریشم مراد ما ابریشم طبیعی است ابریشمیه که توسط کرم ابریشم به وجود میاد نه ابریشمی که در کارخانه ها درست میکنن ابریشمی که در کارخانه ها درست میشه ولو این که در بازار بون میگن حریر و یا ابریشم اما در اصل اون ابریشمی که مراد شریعت هست نیست و این احکام به اون تعلق میگیره نیست و معظم اون چیزی را که ما در بازار میبینیم بهش گفته میشه حریر در اصل حریر نیست ابریشم نیست ولو اینکه در اصطلاح بازار به با اون ابریشم گفته بشه در اصطلاح اقتصادی به اون ابریشم گفته بشه حریر گفته بشه اون چیزی که مراد از ماست و این احکامی رو که ما الان ذکر کردیم رو در بر میگیره حریر طبیعی است حریر طبیعی است به مسئله توجه داشته باشیم از دیگر احکامی که بایستی مراعات کنیم در مورد و در نظر داشته باشیم در رابطه با لباس های مردان اینه که لباس مردها بیش از حد شرعی دراز نباشه یعنی از قوزک پا پایینتر نیاد چیزی که در اصطلاح شرع به اون اسبال میگویند اسبال یعنی دراز بودن لباس مردها حالا چه شلوار باشه چه زیر شلواری باشه چه لباس عربی باشه کندورو و دشت و اینها باشه نبایستی از قوزک پا پایین بیاد اما چون وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسیده اجازه بدید که ما این شرط رو و این حکم رو بذاریم برای برنامه بعدی و انشالله در برنامه آینده به صورت مفصل در رابطه با اسبال سهبات خيم كارت واخر دعوانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته